به آتش کشیدن یک مرکز بسیج سرکوبگر توسط جوانان شهر کرد، به آتش کشیدن عکسای احمدی نژاد توسط جوانان مجیدیه تهران، تجمع اعتراضی مردم شهرک کوثر تهران، حرکت اعتراضی مردم دماوند تهران، تجمع اعتراضی مردم زرین شهر اصفهان، اقدام اعتراضی نمایندگان کشاورزان خراسان اصفهان، حرکت اعتراضی کارگران سدسازی سهندازر در میان دوآب، اعتراض جمعی از مردم اهواز، تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن در رباط کریم، اعتراض تاکسیداران دیواندره در استان کردستان، حرکت اعتراضی کارگران کارخانه کشتیسازی المهدی بندرعباس، چهاردهمین روز تحصن کارگران کارخانه سیمانزرین رفسنجان، ادامه تجمع اعتراضی پرسنل و کارگران شرکت مخابرات راه دور شیراز. جوانان دلیر شهر کرد در یک حرکت اعتراضی یک مرکز نیروهای سرکوبگر بسیجی شهر کرد را به آتش کشیدند. جوانان مجیدیه تهران در یک حرکت اعتراضی در بوستان مجیدیه همزمان با کنار رفتن پاسدار احمدی نژاد عکس‌های او را به آتش کشیدند. مردم شهرک کوثر تهران در مقابل شهرداری منطقه 4 تجمع کردند و به کمبود آب آشامیدنی و کمبود مدرسه در این منطقه اعتراض کردند. جمعی از مردم دماوند تهران در مقابل شهرداری رژیم تجمع اعتراضی برپا کردند. معترضان گفتند علارغم وعده ساخت بلوار و اعتبار 1,250,000,000 ریالی هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. کارگران شرکت سدسازی و جاده‌سازی سهند آذر در میان دوآب تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق عقب افتاده و اخراج 25 تن از کارگران اعتراض کردند. نمایندگان کشاورزان خراسان اصفهان در اعتراض به قطع آب در مقابل فرمانداری و استانداری رژیم در اصفهان تجمع کردند. معترضان گفتند 1 ماه است که رژیم آب را به طور کامل به روی ما بسته است و کلیه محصولات این منطقه به طور کامل از بین رفته است. این تجمع روزهای 4 شنبه و 5 شنبه، 9 و 10 مرداد ماه برگزار شد. جمعی از مردم زرین شهر اصفهان روز 1 شنبه 13 مرداد در اعتراض به قطع 10 ساعت آب و 4 ساعت برق در گرمای شدید در مقابل فرمانداری رژیم تجمع کردند. جمعی از مردم اهواز در اعتراض به آلودگی آب آشامیدنی در مقابل اداره آب و فاضلاب این شهر تجمع کردند. جمعی از متقاضیان مسکن در رباط کریم در مقابل ساختمان اداره مسکن و شهرسازی این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان گفتند مدت 5 سال از مبلغ 15 میلیون تومان برای پروژه 25 رباط کریم پرداخت کردیم، ولی هنوز زیرساخت‌های زیربنایی همچون آب، برق، گاز و فاضلاب ندارد. حتی آسانسور واحدها نیز نصب و راه‌اندازی نشده است. گروهی از تاکسیداران دیواندره در استان کردستان در اعتراض به کمبود سوخت CNG با تاکسی‌های خود در مقابل شورای ترافیک این شهر تجمع کردند. کارگران کارخانه کشتی‌سازی المهدی در بندرعباس در اعتراض به پایین بودن حقوق‌ها و دزدی دارایی‌های این شرکت توسط ایادی رژیم آخوندی تجمع کردند. این اعتراضات که از روز اول مرداد ماه جاری شروع شده در روز 9 مرداد به درگیری با ماموران اطلاعاتی و امنیتی رژیم منجر شد. این نیروها برای سرکوب کارگران به تجمع آنها یورش برده و 11 نفر را دستگیر کرده بودند. گفته می شود میزان زیادی طلا که جزو دارایی های این شرکت بوده توسط فرماندار و استاندار رژیم آخوندی از کارخانه خارج شده است. کارگران کارخانه سیمانزرین رفسنجان 14 روز تحصن خود را پشت سر گذاشتند. این کارگران خواهان برگشت 10 کارگر اخراجی می باشند. پرسنل و کارگران شرکت مخابرات راه دور شیراز امروز دوشنبه نیز در مقابل وزارت صنایع و معادن رژیم در تهران تجمع کردند.
تجمع کنندگان به واگذاری این شرکت به یکی از کارگزاران رژیم آخوندی در هیئت رئیسه بانک مرکزی اعتراض کردند.